بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. بیننده های محترم تلویزیون ملی افغانستان، علاقمندان خوب برنامه والعصر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات. دوستان عزیز، باز هم وقت نشر برنامه فرا رسیده و ما باز هم در خدمت شما دوستان و عزیزان قرار داریم. دوستان عزیز، حتما باید داریم که در هفته گذشته و در برنامه های گذشته پیرامون حقوق زنها در اسلام و وجایب زنها در جوامع اسلامی بحثایی داشتیم، صحبتایی داشتیم و برنامه ها را حتما انشاءالله که شما تعقیب کردیم و در برنامه گذشته تعهد گذاشتیم که پیرامون حقوق مالی زنها نیز یک برنامه می داشته باشیم. خوشبختانه امروز امو موقع سر رسید و میخوایم که پیرامون حقوق مالی زنها برنامه داشته باشیم، بحث داشته باشیم و مهمانان عزیز و گرانقدر همراه ما در استودیو هستند، چون جناب استاد عبدالعزیز راتب و جناب مفتی صاحب عابد الصمد هلال، اینا هر دوشان تشریف دارن. هر دوشان میگم که بسیار زیاد خوش آمدین، صفا آوردین. جناب مفتی صاحب صفا آوردین، مانده نباشین. جناب استاد خوش آمدین، تشکر میکنم که وقتتون در اختیار ما موندین. خیر بسیار خیر مننه، تشکر از شما، بخیر باشین انشالله. با شما مهم بیننده عزیز، همینطور که باز هم میخوام یادآوری بکنم، این است که پیرامون مسائل حقوق زنها، چه حقوق مالیشان باشه یا هر حقوق دیگهشان که اسلام عزیز برشان تعیین کرده، همونطور که یکی دو برنامه را گذاشتاندیم، برنامه حاضر هم پیرامون حقوق مالی زن هاست و در برنامه آینده باز هم پیرامون حقوق زن ها صحبت های خواهد داشتیم. میخوایم آغاز بکنم از جناب استاد عبدالعزیز راتب. میخوایم آغاز بکنم جناب استاد، امی که میگیم حقوق مالی زن ها، ما پیرامون حقوق زن ها در مجموع در برنامه گذشته و وجایب زن ها در جامعه اسلامی صحبت کردیم. امی که میگیم حقوق مالی زن ها، یک بار بدانیم چی تعریف داره حقوق مالی زن ها؟ نحمده و نصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما، صدق الله العظيم. اول تر از همه به شما و به مهمان عالی قدر جناب مفتی صاحب و به همه کسایی که ما را از پرده تلویزیون میبینن سلام تقدیم میکنم. امیدوار هستم همگی صحتمند باشن. بخیر باشید. میم به سوال شما، اول ما آیت را خواندم، الله تبارک و تعالی میفرماید کسایی که ایمان دارین، ندا میکنه مستقیم، ای کسایی که ایمان دارین، شما مال یکی دیگی تانه بنا حق نخورین، یکی دیگی تانه مگر به تجارت میتونه کسای مالی یکی دیگی شانه مطابق رضایت هم دیگر میتونه بخوره. میم به حقوق عمومی، الله تبارک و تعالی اگرچه عموما در قرآن کریم ذکر کرده، علما ایرا باز هم عموما به سه دسته تقسیم میکنه. یکی حق اصلی هست، به ذات هست، یکی حق طبیعی است، یکی حق حمایتی هست که علما ایرا از قرآن کریم جنبندی کرده ذکر میکنند. همگی ما میفهمیم که زن مکمل مردها هست، زن لباس مردها هست، زن ایمان مردها هست و زن همین قسمی که در آیات ذکر است سکون مردها هست و زن تقوای مردها هست. میم به حقوق اصلی زنها، ما البته آیات را هم خواندم، چه قسمی که الله تبارک و تعالی برای هر کس حق حیات را داده، هیچ کس این حق را از یک نفر گرفته نمیتونه. الله تبارک و تعالی در قرآن کریم عموما ذکر میکنه که یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ای کسایی که ایمان دارین مال یکی دیگه تونه بنا حق نمیتونین بخورین و نخورین، بله، مگر در تجارت، مگر به رضایت یکی دیگه خود. و در اعراب جاهلیت، ای در برنامه های گذشته هم ما تقریبا چند ماه پیش بود عرض کردم، در اعراب جاهلیت زنها خودشان
حق دیگرها قرار می گرفتن، زنها را به میراث می بردن، زنها را حتی زنده در گور می کردن، حتی نمی خواستن که اینا اولاد دختر به دنیا بیاره، و الله تبارک و تعالی اینا را کلگیشا مردود می سازه، میگه نمیتونین حق یکی دیگه تانه بخورین و نمیتونین یکی دیگه تانه به خاطر حق از بین ببرین. اعراب جاهلیت و دیگه ادیانی که به زبان خودشان جور کردن، اینا میتونستن این کارا بکنن، اما قرآن کریم و اسلام عزیز ما، اسلام دین سلامتی هست، اسلام مانایش تسلیم شدن و منقاد هست، اما یک مانایش سلامتی هست، یعنی سلامت به این مانا که رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید المسلم و من سلم المسلمون من لسانه و یده، مسلمان کسی است که از دست و زبانی از او دیگه مسلمان ها در امان می باشد، چی در حق باشد چی از لسان بوده باشد، این را حق عمومیات میگه. و همچنان حق طبیعی، چه قسمی که مثلا حق میراث است، حق دیه هست، حق نفقه هست، حق سکنا هست، حق پوشاک هست، اینا حقای طبیعی هست، و همچنان حق حمایتی هست که حق مهر هست. عمومیاتش ما بر شما ابلاغ کردم. بخیر، سلامت باشین جناب استاد. سلامت باشین جناب مفتی صاحب. چقدر زیبا جناب استاد پیرامون حقوق عمومی زنها که البته موسی حق بود اونا را بر ما و شما تشریح کردن. من چیز دیگر میخوام از شما پرسون بکنم که جناب مفتی صاحب، حقوق مالی زنها به خصوص کدام حقوق هستند؟ نحمده و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أول تاسع أو دي تلفزيون منسوبينتا او درنو هیوادوالو او د دې تلویزیون لیدونکو علا قمندانو ته درناوی وړاندې کوم. د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په تلپات سنت، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. الله تعالی دې وکړي چې د صحت، روغتیا او د خوشحالۍ په کالیو باندې مزین اوسئ. راځم د تاسې د پوښتنې ځواب ته، چې په عمومي توګه هغه حقوق چې قرآن کریم بیان کړی دی، یو په هغه حقوقو کې د مالکیت حق ده. اسلام نه مخکې ښځې د مالکیت حق نه درلوده، بلکې ښځه به خپله د بل چا مملوک ګرځېدله او د مال په څېر استفاده ورنه کېدله، په میراث کې به خپله ښځه وړل کېدله. یوازنی کامل دین ده چې د هر چا حقوق پکې محفوظ دي، حتی د حیوانات حقوق پکې محفوظ دي. نو د اسلام مقدس دین ښځې ته دا حق ورکړه چې ښځه باید د مال مالک وګرځي. الله جل جلاله په مبارک آیت کې فرمایي للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون. همداراز للنساء للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. خزه د هغه شی مالک ده چې دی ګټلې وي، لاس ته راوړې وي، او نارینه هم مالک ده. یعنی په مالکیت کې خزینه او نارینه کم توپیر او تفاوت نه لري، لکه نارینه چې د مال مالک ګرځېدلی سي، نو خزه هم د مال مالک ګرځېدلی سي. او دویم حق په عمومي توګه هغه د میراث حق ده، چې په مبارک آیت کې چې ما تلاوت کې ورته اشاره شوې ده. الله جل جلاله فرمایي للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون. نارینه لپاره هم په هغه مال کې چې مور او پلار ورته پریښی وي برخسته شته، او د ښځینه لپاره هم په هغه مال کې چې مور او پلار او خپلوان ورته پریښی وي برخه شته. دریم حق په عمومي توګه
هغه د مهر حق ده چې الله جل جلاله فرمایي وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةَ وَرْكَيْ خَزُتَ دِعَوَيْ مَهْرُونَ نِحْلَةَ رئيس المفسرين عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فرمائي چه نحلة بمعنى دي فريضة سر هاغا مهر چه ده الله تعالى لخواه لازم گرزي دلالا او دي دي حق گرزي والسوه دور توركي البتا فإن طيبنا لكم عن شيء منه نفسا کچیر تا دې د زړه په خوخی تاسو ته یو شی در اوبخي نو فکلوه هنی ام مریئه بیا هغه په داسې حال کې وخورئ چې برکتناک او ښه تیریدونکی او حزبیدونکی ده و آتو النساء درانه مفسرین فرمایي چې دا هم خطاب خاوندانو میړونو ته ده چې باید د ښځو مهر ورته وسپاري او په یوې هیلې سره ورنه ځان خلاص نه کړي او همداراز دا د ښځو خپلوانو والدینو ته هم دا خطاب ده لکه د موږ او تاسې افغاني ټولنه کې لور ته مهر نه ورکول کیږي او د ولور تر نامه لاندې تر عنوان لاندې هغه په جب کې اچول کیږي او لور لکه حیوان خرڅول کیږي نبی کریم علیه الصلاة والسلام فرمایي له الله تعالی نه حکایت کوي یعنی قدسی حدیث ده چې الله تعالی فرمایي چې ثلاثة انا خصمهم یوم القیامه دری کسان د سیدی چې زب الله پاک فرمایي دری کسان د سیدی چې زب د قیامت پر ورځ له هغه سره جګړه کوون کيو زب د هغه سره جګړه کوم الله پاک ځان ته نسبت کوي هغه دری کسان وکي یو قسم داده چې د اصل شخص خرسي د موږ او تاسو لورګانې او خويندې الله تعالی آزادې پیدا کړې دي چې دوی خرسول په اسلام کې جواز نه لري خو زینه ناپوه خلق د سیدی چې هغه خپل اولادونه خرڅوي نو د مهر حق ورته نه ورکوي جناب مفتی صاحب بسو بخشین یک موضوع شما یاد کردین ما میخوایم که روشن تر شوه گفتین که پدرا یا برادرا ولوره میگیرن ولی برای دختر خود یا برای همشیری خود مهر نمیتن مهر خو از طرف شوهر باید داده شوه بله بفرمایید از طرف شوهر داده میشه اما یا از طرف شوهر داده نمیشه به هیله و بانه به هیله بخشش پوره نمیته و یا هم اگه داده میشه به پدر دختر داده میشه و پدر دختر و برادر دختر او را برش تسلیم نمیکنه در جیب خود ظالمانه میندازه خواستم هدف نیست و دیگه حق از حقوق خانمها و زنها حق نفقه است که چې د نفقې حق دا بیا په څو برخو ویشل سوی ده طعام هم دا د نفقې برخه ده په نارینه باندې چې تر څو پورې لور د پلار په کور وي په پلار په ده باندې نفقه لازمه ده که پلار نه وي په ورور نفقه لازمه ده او بیا د واده نه پس د دې نفقه په خاوند په میړه باندې لازمیږي همداراز سکنا د اوسېدو ځای او لباس دا ټول هغه امور دي چې د نفقې لاندې داخل دي او د نفقې اطلاق په دې ټولو باندې کیږي بله او الله جل جلاله زی په زی تاکید سره فرمایي وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف په پلار باندې د ماشومانو د مور رزق او جامه کالی او طعام دا باندې لازم ده اعلی علمی لحاظ سره د لزوم په معنا سره راځي دا ور باندې لازم ده بل ځکه الله تعالی امریه فرمایي لينفق ذو سعه من سعته هر څوک چې شتمن وي نو د خپل شتمنۍ په اندازه د خپل پراختیا په اندازه دا به په خپل میرمن باندې مال مصرفوي او د هغې د نفقې او د طعام امور به تنظیموي همداراز الله تعالی فرمایي د سکنا په ارتباط اسكنوهن من حيث سكنتم كم زي كچ تاسي اوسيغي دوی در سره او سوي حتى خو پیغمبر کله چې په حجۃ الوداع یا وداع په هغه حج کې چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د خلکو نه رخصتی اخیستله او د بل کال حج پورې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ژوندې نه پاتې کېده په نخو سره ورته معلومه سوې وه واضحه سوې وه
اگر حج که نبی کریم علیه السلام تاکید سره فرمایل چې ولهن علیکم رزقهن وکسوتهن بالمعروف، دې خزو لپاره په تاسې باندې د دوی کسوه یعنی لباس هم لازم ده او د دې رزق دا په تاسې باندې لازم ده. نو په لنډو الفاظو د مالکیت حق او د مهر حق او د میراث حق او د نفقې حق دا هغه حقوق دي چې مالی حقوق لاندې داخل دي. میخوایم از جناب استاد راتب پرسان بکنم که جناب استاد، همونطور که شخص جناب شما و جناب مفتی صاحب پیرامون حقوق عمومی زنها و حقوق مالی زنها صحبت کردین، بسیار تشکر. خانم ها حقوقشان را، حقوق مالیشان که عبارت از حق نفقه است و مسکن است و خوراک است و پوشاک است و حق مهر است و حق میراث است، اینا را از کی ها میتونن مطالبه کنن و چه زمانه؟ بازم بسیار خوب سوال کردین. بخیر باشه. اولتر از همه این می لحظه و پیامبر صلی الله علیه و سلم یک درود بفرستیم که روز میلادی از اونا روز حقوق تعیین کننده حقوق زنها بوده. یقینا اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید. به خاطر الله تبارک و تعالی می فرماید و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین. یقینا ای پیامبر، جز رحمت برای کسایی که اهل زمین است یا برای کسای عموما در جهان است جز رحمت تو را نفرستادیم. واقعا پیامبر صلی الله علیه و سلم برای همه اقشار رحمت دیدن، یعنی قبل از اینکه محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به دنیا بیایه و مبعوث شود، چنین حقوقی هیچ کسی از حقوقش برخوردار نبوده، حتی مردها هم از حقشان حتی خبر نداشتن. خبر نداشتن. حالی میم به سوال شما و قبل از اینکه ما به جواب شما بپردازم، از خواهرای عزیز خود جدا تقاضا میکنم، فعلا شرایطی هست که درست است که مکاتب و پانتون ها فعلا برشان رخصت است، از مدارس استفاده بکنن، حقوقی که اسلام برای از اینا معین و تعیین کرده از اونا برخوردار باشن. بسیار. یعنی اینطور فکر نکنن که ما جناب مفتی صاحب مدافع حق زن از دیگه ادیان، نه، ما در روی اسلام عزیز صحبت میکنیم که حق تمام اقشار را تعیین کرده. خواهرای ما قبل از اینکه به شوهر داده میشن، تمام حقوق و وجایبشان مربوط پدرشان میشه. بعد از اینکه به شوهر داده میشه، البته مفتی صاحب بر او اشاره کرد، یعنی پیش از اینکه به شوهر داده میشه در خانه پدرش، یعنی کسایی که خواستگار میآیه، الله تبارک و تعالی میفرماید وقتی که برش میتین امی دختره در بدل مهر بتین، و آت النساء صدقات این نحله، شما در بدل این امی دختر مهر ازو بگیرین، مکمل بر دختر بسپارین، برای امی زوج زوجه بسپارین. و بعد از اینکه در خانه شوهر رفتن، ای چند حق دیگه هم داره، مثلا حق خوراک مربوط دیگه از پدر خلاص شد، مربوط شوهر هست، اما حق خوراک، پوشاک و حق مسکن، حق مثلا خورد و نوش، همگی مربوط شوهر میشه. خدای نخواسته این شوهرش فوت کردن، بعد از اوگه مربوط کسی که اقارب شوهرم، مثلا خسرش هست، خسربریش هست، تا وقتی که دمی خانه است، وقتی که از خانه برآمد حتما در خانه پدرش میره، باز مربوط پدرش میشه، باز مربوط پدرش میشه. البته مفتی صاحب به این اشاره کردن خواهرای عزیز ما جدا اسلام عزیز تقاضا مطالعه بکنن، مطابق اسلام عزیز حقشان تقاضا بکنن. در نکاحخانه میبینیم مثلا 20 لک و 10 لک و یا 30 لک در نکاحخط ها نوشته میشه، اصل چیزی که برای خواهر ما داده شوه یا مطالبه شوه داده نمیشه و مطالبه هم نمیکنه. بله. مطالبه هم نمیکنه. یا اگر خدای نخواسته شوهرش فوت کردن، بازم حق مربوط اقارب شوهر میشه که میراث است، حق میراث است. حق میراث هم از اقارب شوهر، مثلا یا بیادر شوهر است یا پدر شوهر هست یا اقارب دیگیشان است، مربوط از اونا میشه که باید برای می کسی که باز مانده از مال متروکه میت، این می خانم حق میراث خود، حق میراث خودش میتونه بخواد. و حق کسی که شیر میتنه، قرآن کریم میگه فاین ارضعن لكم فاتوهن اجوره،
میگه وقتی که شیر دادی و وقتی که حق رضایت این را هم باید الله تبارک و تعالی میگه که او را برای کسی که شیر داده برای ازی بپردازیم. این حقوقی است که قرآن کریم برای ازی اشاراتی داشته. ما جناب استاد بسیار ببخشین، گفتین حق رضایت باید که پول بپردازه یک پدر، یعنی پول امی شیره که میگن بر مادر طفل خود بپردازه یا بر شیر ده؟ نه، بر کسی که شیر میده، بر کسی که شیر میده. یعنی حق در قرآن کریم للرجال نصیب من مکتسب و للنساء نصیب من مکتسب و اسأل الله من فضل آمده. قبل از اسلام هم بوده، بعد از اسلام هم بوده دایه و شیر ده، زنهایی که شیر ده است. بعضی هاشون قبل از اسلام شیر می دادن، بعضی زنها می آمدن شیر می دادن، حق از او را نمی پرداختن. اما قرآن کریم سر از او تأکید میکنه که فَإِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر کسی یک خانمی و اولاد شما شیر داد، حق از او را شما باید بپردازید. سعی بکنید خانم ها یکی پی دیگری حقشان را می تانه از کسایی که مربوط به حق یکی حق بپردازه، از اونا می تانه بخواه. مثلا پدر هست، برادر هست، خسر هست، خود شوهر هست، یا کسایی که اقارب نداره، یعنی هم خسر فوت کرده و هم فرزند خانم شوهرش فوت کرده، باید از کسایی که خسرانش هست از اونا مطالبه بکنه. جناب استاد یک چیز دیگر شما یاد کردین، به یادم شد که باید امی جایش هست که باید یاد بکنم، برای خواهر عزیز خود میخوام یاد بکنم، متوجه باشین. گفتین که حق مهر خود مطالبه نمی کنن. چرا باید مطالبه نکنن؟ و اگر مطالبه کنن وقتش کدام وقت است؟ اجازه بدین سه بنوز یک جزش مانده. آیا امو پیش از اینکه یعنی عروسی تمام شوه، نکاح صورت گرفته، هنوز به حجله عروس نرفتن، حقش امی وقت است که باید از پیش بگیری یا منتظر باشه؟ خدای نخواسته الهی کسی که باز فوت میکنه، کشته میشه یا از بین میره، باز بعد از او حق خدا، حق مهر خدا بخواید، چه رقم؟ بسیار خوب سوال کردین. در اصلش باید حق مرد اول وقت پرداخته شود. بله. اگر باقی ماند، شوهر فوت کرد، از کسایی که مثلا مال شوهر پیش از ایناست، یعنی پدر شوهرشان است، بله، یا خسرشان است، یا ایوارشان است، یا هر کس دیگه، یعنی از امینا حق مهرشان را بپردازد، چون یک قرضی است که الله تبارک و تعالی به دوش اینمی شوهر گذاشته شده از طرف الله تبارک و تعالی. سلامت باشین سر. جناب مفتی صاحب، میخوام از شما یک چیز دیگر پرسان بکنم، چون موضوع مهر است، بحثش دامنه دار است و موضوع بسیار مهم هم هست، و ما خواهش میکنم که خواهرای بزرگوار ما همگی توجه زیر داشته باشند که پیرامون مهر بسیار باریکی ها است. جناب مفتی صاحب بگوین که حق مهر اصلا چی است؟ انواعش کدام است؟ مقدارش چقدر باید باشه؟ و وقت خواستنش خود جناب استاد یاد کردن. بسم الله الرحمن الرحیم. مهر فتاوا دست تعریفی هغه مال چې هغه د عقد ازدواجی په اساس د خاوند له خوا نه میرمن ته ورکول کیږي، د ته مهر ویل کیږي. بله. او د مهر ډولونه، مهر کې په مختلفو اعتباراتو باندې تقسیمات شوی دي. بله. یو مهر په دې اعتبار سره چې تأجیل او تعجیل، مهر مؤخر نیټه لرونکی قرض، او بل مهر معجل نقد. نو یو تقسیم داده، مهر مؤجل او بل مهر معجل. اولانه په همزه باندې ده، او دویم په عین. او دویم تقسیم په اعتبار د تسمیه او عدم تسمیه سره. تسمیه دا معنی چې کله ناکله په مهر کې، په نکاح کې، چې کله نکاح تړل کیږي، نو هلته یادونه کیږي چې د دې مثلا 1,00,000 افغانۍ مهر ده. بله. او کله ناکله داسې کیږي چې ایجاب او قبول کیږي، اما مهر نه ټاکل کیږي. بله. نو بیا په دې صورت کې مهر مثل لازمیږي. نو په اعتبار د تسمیه او عدم تسمیه سره مهر دا دوه ډوله لري، مهر مسمى او بل مهر مثل. بسیار. نو دا اقسام او ډولونه دي مهر دي. او چې وخت باید تسلیم شون حق مهر خوده؟ درست. دوه قسمه مهر ده، چې یو مهر معجل ده، دا
دا خزه حق لري چې لواده نه مخکې د غوښتنه وکړي. حتی ورته ووایي چې که تر څو دا مهر ماته رانه کړې زه واده در سره نه کوم. دا باید لواده نه مخکې د ښځې حق ده ورته ورکړل شي. دا مهر معجل عاجل. او دویم مهر مؤجل ده نیټه لرونکی بتأجیل. بتأجیل نو کله هغې لپاره نیټه ټاکل شوي مثلا د زینب یو لک افغانۍ مهر ده او دوه کاله پس په فلانکي کال او په فلانکي میاشت او په فلانکي تاریخ به ورکول کېږي. نو چې کله نیټه وټاکل شوه هغه نیټه چې راورسېدله ښځه حق لري چې په ټاکلې نیټه دا خپل حق وغوړي مهر شي. خو او کله ناکله داسې چې نیټه نه ټاکل شوي فقط لیکل شوي یا ویل شوي دي چې د دې مهر نیټه لرونکی ده مؤجل ده. نو بیا په دې صورت کې چې کله طلاق واقع شي بیا دا صورت حتمي او لازمي است کې برش بیا به دا غوښتنه د خپل مهر کوي. نو په طلاق باندې دا مهر مؤکد ګرځي یعنی مهر مؤجل. او یا دا چې خاون وفات سي نو بیا په دې صورت کې هم دا بخپل مهر غواړي. یک چیز دیگه جناب مفتی صاحب، موضوع مهر یاد کردین، بسیار زیاد تشکر، بسیار موضوع مهم و موضوع اقسامش که گفتین که این مهر معجل و معجل است. بعضی شوهرها یک بار دست به این کار میزنن که گویا خانم خود راضی میسازن که مرا این مهر ببخشی. آیا بخشش، بخششی که یک خانم مهر خود بر شوهر خود می بخشه، این بخشش در حضور یکان شاهد باشه یا امیتر از روی هوا بگه برو بخشیدمت، امی طریقش چه رقم باید باشه؟ اول باید دیدی خبری وضاحتو کن دی تاسی دی پختنی پر زواب که چه دا بخل او یا علمی اصطلاح که ارتا هیبه ویلی کیگی. بله او قران کریم د دې یادونه کړې فان طيبنا لكم عن شيء منه نفسا. په بخنه کې دا خبره ضروری ده چې بخنه به قلبن وي، دا به تحمیلی نه وي. دا د موږ تاسې بخنه دا په عمومي توګه د سيدي چې مال ورکول کېږي نه، او د میرمن باورم دای چې کوي مغاړم نه راکوي، او یا نه راکوي کرای کی بیا خره وابط را سره نه ساتي. نو تحمیلی او اجباری دا بخنه کوي. دا بخنه په اسلام کې مدار د اعتبار نه ده. باید ښځې ته مال وسپارل سي. یو لک افغانۍ مهر ده، دا باید خاوند خپل میرمنې ته ورکړي. پس له هغه نه بیا که هر چا ته یې وروبخه، که خاوند ته یې وروبخه، که پلار ته یې وبخه، که ورور ته یې وبخه، خو یک بار امو حق مهر خوده باید تصرف بکنه، تسلیم کنه. او د دې مثال داسې ده، دلی موږ تاسې د بخنې مثال کم چې په دې ټولنه کې رایج ده چې یو کس ده په لاره ولاړ ده او خلکو نه په زور باندې پیسې اخلي، او یو لک افغانۍ درنه په زور واخیستې، خو بیا درته وایي چې بخنه کوه. نو هلته خو ته پوهېږې چې که بخنه وکړم که ونه کړم تا رانه اخیستې دي، نه یې راکوي. نو عین شکل باندې ښځې ته باید مال وسپارل سي، او تجربه دې شاهد ده چې ښځه دومره زیات مال خاوند ته نه بخي او نه یې پلار ته بخي. حتی سل افغانۍ چې میرمن ولري هغه لپاره بکسګکه لري او په هغه کې محفوظ ساتي. نو اس کله چې یو څوک سل افغانۍ نه بخي نو هغه یو لک بالکل نه بخي. نو د بخنې لپاره د زړه خوښي او و شاهد ضرورت هست. شاهد ضرورت هست. موضوع دیگه یو د قضا موضوع ده. یو ځای کې که قضا ته ضرورت و او محکمه وه نو هلته بیا شاهد ته ضرورت شته ده. او که داسې وه چې ما بینه و ما بین الله د دې او د خالق تر منځ، که بیا شاهد نه مو او خاوند یو لک افغانۍ ښځې ته ورکړې او ښځې بیرته ورته وبخلې، د الله تعالی په وړاندې کوم مسؤلیت نه لري. ما از جناب راتب صاحب میخوایم پرسان بکنم که جناب استاد، پیرامون مسائل مهر صحبت کردیم، مهر مال است، اما مسکن یک چیز است که حق زن بالای شوهر است که او را برش بده، خوراک، پوشاک و مسکن. اگر یک خانم خواهشش باشه که ما از نانی که برام تهیه میکنی راضی نیستم،
از مسکنی که برای من تهیه کردی راضی نیستم، میتونه این حق مطالبه بکنه یا شوهر چی جواب در این مورد میداشته باشه؟ بازم بسیار خوب سوال کردین. من به هر جواب شما یک دفعه از خواهرای خود عاجزانه خواهش میکنم دین دقیق تر مطالعه بکنن، بخصوص سوره نساء را، اواخر سوره بقره و سوره نساء را دقیق تر مطالعه بکنن. چقدر مدارس هست، مفسرین هست، تفاسیر بسیار خوب نوشته شده، بخصوص تفسیر معارف القرآن یک دفعه دقیق مطالعه بکنن، در پیش بعضی از اساتید ای را بخوانن. بسیار. و چیزی که دین ما میگه متاسفانه تا به حال رفتار نکردیم و نکردند، نه مردها رفتار کردند و نه خواهرای ما رفتار کردند. پیامبر ما صلی الله علیه و سلم بسیار با وضاحت اعلان میکنه که بهترین نکاح، بهترین زن عمو زنی است، عمو نکاحی است که مصارفش کم بوده باشه. بله. اما خواهرای نازنین ما به محض از این که شنید که امروز سبا خواستگار می آید، در فکر اونمو شیطنت های بیجای است. چه قسم؟ میگه باید عروسی ما مجلل برگزار شود، باید مصارفش گزاف باشه، مصارفش ایتر باشه. ایتر فکر نمیکنه که اگر مصرف ما گزاف شد یا چون چرا زیاد داشت، حق مسکن از ما کاسته میشه و حق مهر از ما کاسته میشه تا جایی را، در حالی که حقش است. بله. این را باز جان مقابل سلو سلو میگه که شما از ما مصارف به جای تقاضا کردین، تمام پول ما دوجه مصرف شد، بنان حق مسکن تو، چیزی که تو مطالبه میکنی ما تواناییش نداریم، در حالی که چه قسمی که شما سوال کردین باید بپردازه بالای شوهر هست. اسکن و هنه تأکید است. بله. اسکنوهن من حیث سکنتم وجودکم. الله تبارک و تعالی بسیار با وضاحت اعلان میکنه که شما باید برش حق سکنا را بپردازین، حق خوراک و پوشاک به دوش شما هست، ایره شما به عقد خود در آوردین. بناهن خواهرای عزیز ما جدا این موضوع را بررسی بکنن، مطالعه دقیق بکنن و بعد از اینکه حق سکنا و حق خوراک و پوشاک برش داده شد، یک حق بسیار خوبش حق خوشحالی هست، حق خوشحالی هست نی؟ هر دو طرف، یعنی زوج، هر دو زوج خوشحال و خرسند می باشه. مثل که پیامبر صلی الله علیه و سلم از بیرون آمد، وقتی که وحی برش آمد، برای اولین خانمش گفت که زمیلینی، مفسرین زمیلونی هم میگه زمیلینی، میگه مرا بپوشان، مرا بپوشان، مرا بپوشان، یعنی سر ما کمپل پرتو. ای از پیشانی بازی میشه. اما بعد به خانم دیگهش میگه کلیمینی یا حمیرا، امرای ما صحبت بکنه، گل سرخ ما. وقتی که حق سکنا و حق مسکن و حق خوراک و حق مر کلگش با پیشانی باز تقدیم شد، یا امو مصارف عروسی گزاف نبود، انشالله که تمامش به خوبی به وجه احسن پرداخته میشه. خیلی از برادرای ما متاسفانه همین حقایقی که باید گفته شوه امیالی ما بگویم، تقاضای از این میکنه کسایی که دختردار است، میگه که ما عروسی دیگرا را خوردیم، شیرینی خوری دیگرا را خوردیم، ما یک دختر دارم، باید دیگرا هم از ما بخوره، در حالی که کیها میخوره، کیها مستی میکنه، جوابش کی میده، کی در آینده ها به مخاطره قرار میگیره. ما مثلا از طریق منابع روزای جمعه صحبت میکنیم و از طریق برنامه اسلامی که شما دار میکنین، الله تبارک و تعالی شما را خیر نصیب بکنه و بزرگای دین که قبلا مثلا حضرت عمر بن عبدالعزیز خانمش فاطمه نام داشت، دختر مروانه گرفته بود، طلا برش داده بود، طلا، اما طلا را بعدها گرفت، همین طلاعی که حق مرش هم بود یا داخل بیت المال شد، داخل او را گرفت، سلو سلو در بیت المال انداخت، گفت که چی کنیم، امو خانمش مشوره کرد امرایش، گفت چی کنیم که دیگه مسلمان ها وضعیت اقتصادی دیگه مسلمان ها خوب و بهتر شود، چون ما و شما هم یک مقوله یا ضرب المثل عامیانه داریم، نیت صاف منزل آسان، نیت بسیار صاف و نیک داشت. روزی که حضرت عمر بن عبدالعزیز وفات میکرد، خودش لباس درست نداشت،
لباس درست نداشت. اما مسلمانایی که در سر تا سر دنیا زندگی میکردن در بین مسلمانا خیرات طلب نداشتن. سبحان الله. حال این مسئولین ما هم همینطور شعارشان بسیار نیک است، اینا میگن که ما عمر گونه امارت پیش میبریم. امیدوار هستم به شعارشان همینطور پا بر جا باشن، همین شعارشان در مملکت عزیز و زیبای ما افغانستان عزیز تطبیق بکنن. بخیر سلامت باشین جناب مفتی صاحب. اگر فرض مثال یک برادر ما یک خانه خوب داره، امکانات هم داره، خانمش تقاضا میکنه که من در یک خانه جداگانه زندگی میکنم، یا اولی جداگانه برام بگی، یا در امی اولی که هستیم یک اتاق جداگانه که در اونجا پدر و مادرت و کسای دیگه در اون زندگی نکنن، من تنها میخوام زندگی، آیا حق امشیرای ما دارن که این مطالبات بکنن؟ یا خود خواخی موضوع ده که پا دی خواخ و رازی با چه پا یا اتاق که خسر سر و خواخ سر گزاره که خو مشکل استون زنسته. خو پی خده سده چه خز رازی نده، میرمن رازی نده، وی چه ما تا یا جدا اتاق مهیا که پا آقه که به زود تجون کهو، پا آقه که به نده ما مورو پلار سکونت کهی او نه برای تا مورو پلار، حتی رتا بله میرمن که خوان مثلا دو میرمنی ولری بن ارتا پا پختو که ویو نو ده تا بن بم پا آقه که ما سر جون نکهی، بس دست یه اتاق بایی چه زود تو با پا که جون کهو دغس اتاق ما تا برابر که بلکل داری خزی مسلم حق ده او دغس اتاق با ارتا برابره. دوست عزیز ما توجه داشتم که جناب مفتی صاحب و جناب استاد این موضوعات حقوق مالی خانم ها را برای ما و شما دانه دانه تشریح کردن. امید از این است که همشیرای بزرگوار ما، همگی بیننده های عزیز ما، برنامه را دیده باشند و از داشته هایش استفاده کرده باشند. من تشکر میکنم از جناب مفتی صاحب هلال و تشکر میکنم از جناب استاد راتب و تشکر میکنم از بیننده های عزیز تلویزیون ملی افغانستان که تا هنوز با ما هستند. تا بحث دیگه و هفته آینده، خداوند یار و یاور همه ما و شما باد و سلام. We'll be right back.